آیا زنان باردار یا حامل می توانند روزه نگیرند؟ دیدگاه شریعت اسلام در مورد روزه زنانی که باردارند و از تلف شدن جنینشان نگرانی دارند چیست؟ می توانند افطار کنند؟ برای رسیدن مطالب جدید فقهی ما به شما با اشتراک یا سابسکرایب تان عضو دیدگاه شوید. نظر فقه اسلامی در این زمینه این است که هرگاه در روزه گرفتن جنین را مرگ یا هر زیان خطرناک دیگر تهدید کند، جایز است که مادر روزه‌اش را افطار کند و حتی اگر یک متخصص جنین شناس به او هشدار بدهد که جنینش در خطر است، در این صورت افطار روزه بر او لازمی و واجب می شود. زیرا خداوند جل جلاله می فرماید: ولا تقتلوا اولادکم، فرزندانتان را نکشید. جان چنین کودکی هم محترم است و نباید زن و مرد مسلمان در مورد حفاظت از جان او کوتاهی و سهلنگاری کنند. ابن عباس رضی الله عنه می گوید که این آیه در مورد زنان باردار و شیرده نازل شده است. و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، بر کسانی که روزه گرفتند طاقت فرساست کفاره ای است و آن کفاره دادن غذا به یک فرد مسکین و بینواست. بنابراین علمای مسلمان اجماع دارند که زن باردار یا شیرده اگر بیم زایل شدن جنین و خودش در هنگام حمل و شیردهی داشته باشد، میتواند روزه‌اش را بخورد و از هر روز کفاره بدهد که مقدار کفاره هر روز آن غذای یک بینواست. در مورد اینکه آیا تنها کفاره لازم است یا قضا هم بر وی واجب است، نزد فقهای مسلمان اختلاف است که در ویدیوی بعدی آن را توضیح خواهیم داد.